تشکر خانم سابرینا و تشکر از دوستا و مهمانایی که این تشریف دارن. آقای پیمان گفتن که هر قدر سوال میتونین سوال کنین، من هم گفتم 50 سوال نخت آمادم اینجا است دیگه، اگر ما کلش بگم وقت تلف میشه. یک سوال از آقای وایزی داشتم که مثلا نسلی که فعلا در اروپا هست، اینا همزمان با یکی در اروپا زندگی میکنه، ولی مشکلات اقتصادی، دغدغه های خانوادگی و بعض مسائل هایی دارن که مربوط به جامعه اروپا نمیشن. نمونیش من فکر میکنم بچه های زیادی هستند در غرب که اینا واقعا دوست دارن تحصیل کنن، دوست دارن داخل احزاب سیاسی برن، ولی متاسفانه یک سلسله مشکلات هایی که از افغانستان هنوز با خود دارن، یعنی به این معنا که مسئولیت خود اونجا تعریف میکنه، نقش خود هنوز اونجا تعریف میکنه و فکر میکنه که به جای یک شهروند بودن در جامعه اروپا، یک فرد مسئول در خانواده خود یا به نمایندگی از خانواده خود باشه که بتونه یک سلسله کمبودی ها رو اونجا مثلا پر کنه. من فکر میکنم اینمی جوان ها بیشتر سرنوشتش نامعلوم است، اینا بیشتر به کمک و راهنمایی نیاز داره. کسایی که اروپا کلان میشن، اینا با سیستم آموزشی غرب آشنایی دارن، با می زبان تحصیل میکنه، اینا زیاد مشکل نداره، به خاطر از اینکه خود سیستم مثلا تحصیلی و یا سیستم درسی جامعه غرب قسمی است که یک دفعه اگر درون سیستم رفتی، خود سیستم به اندازه کافی باعث راهنمایی آدم میشه، آدم میتونه راه خود پیدا کنه که در چی رشته ها بره و چی کار کنه و از چی امکانات استفاده کنه. سوال ما است که مثلا چی راهکار یا مثلا چی امکاناتی برای کسایی مثل امی گروپ که من خودم هم یکی از امو طبقه هستم وجود دارم، مثلا ما چی کنیم؟ از یک طرف بار سنگین مسئولیت از اونجا دشانه ماست، از یک طرف همون دغدغه ها و آرزوهایی که میگیم خب چرا ما نمیتونیم با این امکاناتی که اینجا هست از اون استفاده کنیم، ما چی کار کنیم واقعا؟ خب تشکر از فرزاد عزیز که از جوانای خیلی خوش فکر و خوش بیان و خوش سیمای ما هستن. من اتفاقا تصور می بود که آقای فرزاد تحصیلات خود تمام کرده، ولی امروز که داستان خود مطرح کرد من واقعا متاثر شدم. جوانان مثل آقای فرزاد میتونه در جامعه ما خیلی مؤثر باشه، در جامعه که اینجا زندگی میکنیم، هم تجربه زندگی در افغانستان داره و هم در واقع تجربه زندگی در اینجا. اینطور جوان ها خیلی استعدادشان بالاتر و بالاتر هست، هم احساس مسئولیت پذیریشان. و اما در مورد سوالی که کردن درست است، واقعا یک معضل خیلی جدی هست در بسیار از جوانای ما که از اون طرف میایه یا علاقمندی به تحصیل داره یا فرصت یک بخش از تحصیلاتشون اونجا تمام شده در افغانستان، در ایران، در پاکستان، در جای مختلف، بعد اینجا آمدن، کشور ثالثی آمده که در اینجا باشه و این با توجه به مسئولیتی که نسبت به خانواده و مشکلاتی که نسبت به وضعیت فامیلی وجود داره، اینا نمیتونن تحصیل بکنه. به نظر من یک معضل جدی هست، ولی اینطور نیست که راه حلی نداشته باشد. حداقل در نروژ که باز دوستای ما اینجا صحبت خواهند کرد، آقای فهیم جان، من مثلا خود فهیم را مثال میزنم. فهیم خب علاوه بر که یک جوان هنرمند هست، اینجا تحصیل کرده، داخل در دو رشته، رشته اولش نمیدونم اقتصاد بود فکر میکنم، ولی رشته دومی که باز انتخاب کرد رشته توریسم بود، یعنی جهانگردی. یه آدم خانه داره، خانواده داره، در افغانستان هم خب شاید خیلی مشکلات داشته باشه، مسئولیت زیادی داره، فامیلای مختلفی داره که باید تامین بکنه، ولی یه آدم تحصیل کرده. بسیار از پاکستانی‌ها را ما در نروژ در میشناسم که اینا ضمن اینکه قبولم نشده ولی تحصیل کرده. حتی یک بچه از برادرای پشتون است، خیلی بچه خیلی خوبی هم هست، از پکتیا است که بسیار رفیق نزدیک من است. این آدم با وجودی که الان 10 سال میشه در نروژ زندگی کرده، هنوزم جواب منفی داره، ولی تحصیل کرده و امسال یعنی دمی سمستر، آخرین سمستر ماستری خود داره میگیره. با اینکه خب به هر حال مشکلات اقتصادی داره، هیچ گونه کمک از دولت دریافت نمیکنه، اما کارم میکنه، مثلا آخرای هفته ما رو کار میکنه یا تدریس میکنه یا مثلا کارهای دیگه میکنه یا تاکسی کار میکنه. بسیار از پاکستانی های دیگه میتونه رشته های پزشکی میخوانن، رشته های مثلا حقوق میخوانن، اما در آخر هفته 2 روز یا 3 روز یا آخر هفته کار میکنه.
مثلا کار سیاه ممکنه بکنه، ولی خب کارهای مختلف دیگه داره که به نظر ما حمایت هایی که اینجا خود دولت میکنه، مثلا شما استپن یا لونی که میگیرین، یعنی قرضی که از دولت میگیرین، به اضافه یک برنامه‌ریزی دقیق تر که اگر کار بکنه، خب طبیعی است که خیلی زیاد تفاوتی نکنه با این که مثلا کاملا یک کار 8 ساعت هم میکنه تمام مدت. اگر یک برنامه‌ریزی دقیق باشه، مهم هدف است. البته خب عرض میکنم که مشکلات متفاوت هست، نسبی هست. مثلا فرض کنه آقای فرزاد را که مشکلی که آقای فرزاد داشته باشه، شاید اون مشکل دوست ما نداشته باشه به این میزان. اما منظور من اینه که اگر یک برنامه‌ریزی دقیقی وجود داشته باشه برای تحصیل، حداقل در این کشورها با استپن یا امو قرضی که میگیره، کمک بلا عوضی که میگیره و به اضافه کاری که در آخر هفته بکنه، از نظر اقتصادی میتونه یک بخش مهمی از مشکلات خودشون حل بکنه. مسئله دوم است که درست است ما نسبت به خانواده های در اونجا تعهد داریم، مسئولیت داریم، وظیفه داریم و اخلاق انسانی حکم میکنه که پاسخگو باشیم، ولی خیلی کسایی رو من میشناسم که اینا اینجا زحمت میکشه، 24 ساعته کار میکنه، کار اکسترا و فوق‌العاده هم انجام میده، کار سیاه هم انجام میده، میفرسته مثلا ده برادر، ده خواهر، ده فامیل، ده اینا، ولی اونا مثلا اونجا موتر ورخ میخره. خب به نظر من نیاز نیست، یعنی ما مسئولیت نداریم از نظر انسانی هم اگر در نظر بگیرین، تا یک حدی رو مسئولیت داریم، ولی اینطور نه اینطور که ما جوانی خود، آینده خود، فرصت‌های خود فدای مثلا خانواده‌ها بکنیم. البته این به این معنی نیست که ما عرض می‌کنیم و تأکید می‌کنیم به این معنی نیست که ما مسئولیتی در قبال از اونا احساس نکنیم. کار بسیار ارزشمند، اخلاقی و انسانیه. ولی این هم معقول و منطقی نیست که ما به خاطر خانواده‌هایی که در اونجا هست و ممکن از این پول‌هایی که می‌فرستیم استفاده‌های حتی غیر لازم هم بکنه، برای از اونا زندگی خود را فدا بکنیم. یعنی یک راههای شما خودتون بهتر مفهمین و خیلی از کسایی که اینجا تحصیل کرده و زندگی کرده میفهمن راههای برای تحصیل وجود دارد. حالا شاید مثلا تحصیلات را پیوسته انجام ندهید، ولی ممکنه این ناپیوسته وجود داشته باشه. یک سال تحصیل کنین، یک سال کار بکنین، بعد از همین رقمی انگیزه وجود داشته باشه و هدف وجود داشته باشه، برنامه‌ریزی وجود داشته باشه. این سه عنصر اگر باشه، من مطمئنم که میتونه آدم در اینجا که فضای بسیار بازی برای تحصیل وجود داره و اصطلاح از این فرصت استفاده بکنه و هر دو هدف را تأمین بکنه. خب البته یک قسمت مثلا ما یک مثال دیگه میارم، فرشته جان است. ما فرشته جان رو میشناسیم که بچه داره، خانه داره، مسئولیت داره، مسئولیت اجتماعی هم داره، ولی در این حال درس هم بخونه. اینا نمونه هایی هست، عرض میکنم نمونه های خیلی فراوانی هست که امکان جمع کردن بین دو تا مشکل هست، منتها با هدف، انگیزه و برنامه. این سه تا عنصر اگر باشه، به نظر من ناممکن نیست. تشکر از جناب حمزه وایزی. در جامعه شناسی یک تئوری وجود داره به نام سوسیال هابیتوس. این تئوری را یک تئوریسین فرانسوی مطرح کرده و در این سوسیال هابیتوس کلتورال یا سرمایه فرهنگی خیلی مهم است و سرمایه فرهنگی سرمایه مادی را به دست میاره، به وجود میاره. مشکل ما اکثرا سرمایه مالی است که باید پول داشته باشیم، درآمد داشته باشیم تا بتانیم که هم فامیل خود برشان امکانات میسر بسازیم و هم آینده خود بسازیم. در اساس نظری که بردوه مطرح میکنه سوسیال هابیتوس، بستر فرهنگی را باید مساعد بسازیم تا بتانیم سرمایه گذاری مادی هم داشته باشیم. این بستر فرهنگی چگونه مهیا میشه؟ این بستر فرهنگی خیلی گسترده است. فقط ما در افغانستان فرهنگ به نام ادبیات اینا دانستیم، ولی نه، تحصیلات عالی اگرچه در رشته نظامی هم باشه، در حقیقت ثروت فرهنگی یا کلتوری هم جامعه به حساب میایه. اگر ما تمام انرژی خود را که به طور مثال در پیزا زدن مصرف میکنیم، اگر 3 سال این انرژی را در یک رشته مشخص تحصیلی مصرف بکنیم،
ما درآمد دو چند پیزا باگره یا پیزا مردی که پیزا میزنه را به دست میاریم که هم آینده خود ما تامین میشه و هم آینده خانواده ما و یک درآمد مشخص می داشته باشیم که هم مالیه میتیم و در آینده وضعیت بهتر می داشته باشیم. پس سوسیال هابیتوس یا با وجود آوردن امو دامنه فرهنگی که ثروت فرهنگی را به ما با وجود میاره خیلی مهم است. یعنی کسایی که اینطور فکر میکنن که خب من باید به فامیل کمک بکنم، چی کار میتونم بکنم، چند سال از کار کردن؟ 5 سال، 6 سال، 8 سال، بعضیا اصلا جوان نشده پیر شدن. اگر امی انرژی را نصف شه سر درس خود بانن، یعنی کار بکنین خیلی خوب است، ولی وقت فراغتتان بشینین کتاب بخونین. خیلی کنا دقیق است، شما لازم نیست حتما بسیاری درس ها دیستانس است، لازم نیست برین آزیری بتین، شما میتونین امتحان بتین از طریق نت، خود سویتان به درجه دانشگاه برسانین، بعد شروع کنین به یک رشته. و شرط هم نیست همگی باید دکتر و انجینیر باشه، خیلی رشته هایی است که ما واقعا به او در جامعه خود ضرورت داریم. فرضاً ما ضرورت به پیداگوگ داریم، ضرورت به روانشناس داریم، ضرورت به کسایی که با مشکلات خانواده کار میکنن. همه اینا را ما در حقیقت ثروت است که به دست میاریم و با این ثروت ما میتونیم در پلوی از اون ثروت مادی هم داشته باشیم، پول هم داشته باشیم. پس به این اساس هر قدر که مشکل هم باشه، انسان مثل یک ماشین است که با مرور زمان عادت میکنه، آماده میشه. شما یک وزن 10 کیلویی را هر روز وردارین تا یک فاصله ببرین، بعد از 10 روز شما میتونین این وزن 15 کیلو بسازین، بعدن 20 کیلو، بعدن 30 کیلو. این ظرفیت انسان است که هر قدر بالایش وزن بانین بیشترش میتونه ورداره. پس باید ظرفیت خود بالا ببریم، همیشه بر آینده برنامه ریزی داشته باشیم. بدون برنامه ریزی به هیچ جای نمیرسیم. کسی که 3 سال 4 سال کورس زبان میخوانه و هنوز نتونسته زبان دنمارکی، سویدی، نروژی را یاد بگیره، پس خودش بازی میته، به خاطر که بهترین فرصت ها را داره از دست میته. تشکر. البته سوال راست میگن آقای سرخوش، از آقای وایزی بود، من دوزی کردمش. البته سوال درباره فعالیت سیاسی جوانایی که در سویدن یا در نروژ، دانمارک نامین، در این مورد میخواستم مثلا فقط یک چند نکته بگویم. این هم تکراری میشه، ولی یکی باید کوتاه فکری رو ما باید اعلام کنیم. ما خودم اینالی یکان 6 سال میشه که در حزب سوسیال دموکرات در سویدن فعالیت کردیم و 4 سال هم در اوربرو، در یک شهر، 7 شهر سویدن است. در اونجا در بخش مکتب نماینده سوسیال دموکرات ها بودم، بخش سوال های مدرسی. و این بود که از اول وقتی ما شروع کردم، روز اول که وقتی قبول شدم زنگ زدم در فامیل خو، اولین گپ که میزنه خب بر دیگه هفته دیگه بر در لندن اگه در سویدن کار نیسته. خب ایه که مثلا کار یعنی کوتاه فکری، فورا ثروت پیدا کردن، اینا خیلی مهمه. و یکی ما مثلا مخصوصا پدر و مادرها در او جایا زیاد رقابت دارن امرای یک دیگه خود که بچه کی زیاد پول رایی کده، دختر کی پول زیاد رایی کده، کی موتر خوبتر داره. و یکی فکر زیر نره که خب اگر ما صبر کنم 7-8 سال بعد شاید به یک نفر، اگر بچه ما، دختر ما اگر درس بخونه، یک کار بهتر پیدا شوه و او وقتا شاید ثروت آسانتر دست بیا یا که یک کار راحتتر. و بعدن این نسلای بعدی هم که مثلا اگر یک نفر خودش درس بخونه، خب تنها خودش نه، بلکه فامیلی از او هم بهره میگیره، به خاطر از اینکه اطفال از او باز کمک میگیرد در درسای خود. اینجا معلوم دار شده که فامیلایی که خودشان پدر و مادرایی که درسشان بالاستن، باز فرزندای اونا هم در سطح بالاتر میرسن، بخاطر که کمک در خانه
است و هدف و چرخه میگویم هدف اونا خیلی بالاتر از هدف فامیلایی که سطح درسیشون پایین است. از خاطر و این که فکر میکنم که در بخش سیاسی باید کسای جوان ها که میاد در بخش جوان ها باید شروع کنه. در بخش جوان ها یک دو سه جلسه و اینا که رفتن وقتی دیدن خب میتونه چند در اول چند ایز ببره امتحان کنه که عقاید کدام از ایزبان نزدیکتر به این. ما خود مثلا همین کار کردم و دیدم که مثلا عقاید خودم در سوسیال دموکرات ها نزدیکه و باز دمو فعالیت کردم و خیلی خیلی خوش هستم از اینکه فعالیت کردم، بخاطر که یک احساس مسئولیت میکنه آدم وقتی که فعال است در سوال های جامعه. شکر از صحبت های پربار دوستان عزیز. یک موضوعی رو که من باید خاطر نشان شما و خواهش میکنم بسیار سوال ها رو کوتاه و همچنان جواب ها رو بخاطر که وقت ما محدود است. دوست عزیز دیگه ای که سوال دارن ستاره جان هستن گویا. با عرض احترامات، من علاقمندی فوق العاده دارم در سیاست، مگر سوال امروزیم از سیاست نیست بلکه از موسیقی است. چون آقای دوستر خوشت اینجا است، من گفتم سوال است که بسیار زیاد میشه که در ذهن مبور میکنه، گفتم چانس است از شما سوال کنم. یک چیزی که بسیار جالب است که وقتی مجالس موسیقی سراسری در افغانستان یا در خارج مثل ETN Awards مثل کاریانا میگیره، هر خواننده تقریبا خوب یا بد افغانستان در اونجا شرکت میکنه. شما هیچ وقت شرکت نکردین در حالی که شما یکی از برجسته ترین ببخشید خواننده افغانستان هستین، چرا شما در این محفل ها شرکت نمی کنین؟ آیا اونا شما رو دعوت نمی کنن یا شما علاقه ندارین؟ اگر علاقه ندارین چرا علاقه ندارین به چنین؟ به خاطر که من واقعا فکر می کنم که خواننده مثل شما باید به افغانستان معرفی شوند، نه تنها به ما محدود شوین، به مردم هزاره ها محدود شوین، بلکه به همه مردم افغانستان شما بخوانین. چون ما ضرورت داریم که با چهره های خوبتر به مردم افغانستان و بقیه مردم افغانستان آشنا شوید. فقط سوال من بود، اگر اونا واقعا ندارن که شما از شما دعوت کنه، وظیفه ما چیست که ما در اینجا چیکار کنیم که اونا متوجه شون که ما هنرهای مثل شما داریم ولی اونا غافل هستن از چی که استفاده کنن؟ تو درسته چند تا انیورسری شده امروز سالگردای برنامه هایی که بیشتر به موسیقی تعلق داشته، ای تو نبوده که تلویزیون ها دعوت نکرده باشه؟ دعوت کردن، من ازشان تشکر میکنم. عدم شرکت ما هم به دلیلی، حالا چطور بگم، دلیلی که شاید بسیار مختلف فکر کنن همه و عمده ترینش حدس میزنم شایدی باشه که شاید از سر خودخواهی شرکت نمیکنه اینا، این هم نیست. اولا زمانی که اونا دعوت کرده، خود دعوت یا ناجور بوده یا وقتش مناسب نبوده برای چنین دعوتی. مورد دوم، راست چیزی که برای من زیاد آزاردهنده بوده، نوع برخورد با مجموع هنرمندای نوازنده و خواننده در افغانستان است. ولی اینی که اونو دعوت نکرده باشه، دعوت کردن امیم سال مخصوصا برنامه‌ای که در دبی بود صرفا به یک دلیلی تکنیکی نتونستم شرکت کنم، در حالی خودم علاقه داشتم و مخصوصا دوست خوب ما هنرمند بسیار توانمند آقای اسد بدی اصلا انتظار نداشت که برش بگم که به امسال نمیتونم شرکت کنم. دکتر اسد بدی رو که شما میشناسید، مسئولی برنامه هم اونا بود. اما کاری که اونا کردن اینه که بعد از اینکه برنامه تمام شد گفت این سال دیگه ما هیچ بهانه‌ای رو نمیپذیریم و این بار اگر برنامه سالانه ما میشه از همین حالا خبر هستی که باید دو برنامه شرکت کنیم. فکر میکنم کافی است برای این سوالی. اما تا جایی که میرسه به وظیفه شما، شما همه شما وظیفه خود رو در هر زمانی بسیار درست انجام دادین و تا این روز اگر من تونستم واقعا با تمام مشکلاتی که
بر سری روی کارم خلق شده طاقت بیارم امی پشتوانی و حمایت و همچنان نشان دادن دلگرمی شما و مخصوصا اعتماد شما نسبت به کار بزرگترین سرمایه بوده. شما وظیفه خود کاملا اجرا کردین و فکر میکنم من اگر از شما انتظار دارم که باز کاری رو بکنین انتظاری بیش از اندازه خود بود. بعدی را خواهر عزیزم زینب جان دارم. با عرض سلام خدمت تمام دوستا و به اجازه تمام دوستا و صمیمانه تشکر میکنم از اتحادیه که همچین نشستایی را برگزار میکنن. واقعا عالیه. و سوال از من مربوط آقای وایزی میشه که جوانایی که قبلا اینجا آمدن و مدت دیر هستن در اروپا و جوانایی که تازه وارد هستن چرا اینا زیاد ارتباط با هم ندارن؟ که یکی از او جمله خود میام. من یک سال میشه که اینجایم و زیاد خیلی دوست دارم، خیلی دارم با کسایی که اینجا قبلا بوده و هستن، چون با سیستم اینجا آشنایا، تمام فرهنگ اینجا رو میدونه، خیلی دوست دارم. و چرا هیچ وقت جوانان، نه تنها من، تنها مشکل از من، مشکل تمام جوانایا، چرا ارتباط با هم برقرار نمیکنن و چی راهی وجود داره که اینا ارتباط با هم برقرار کنن که اون از انگیزه همدیگر استفاده کنه و با هم در یک فضای صمیمانه‌تر باشن؟ تشکر. تشکر از خواهر عزیز ما. سوال خیلی خوب مطرح کردن و در واقع درد مشترک عمومی و اجتماعی را مطرح کردن. متاسفانه من فکر میکنم که اینجا دو تا عامل نخستین وجود داره و یک عامل ثانوی یا دومی. دو تا عامل اولیش است که اولا افغانایی که در کشورها آمدن در واقع بسیار تازه است، یعنی ما شاید حد اکثر یک دهه بیشتر نمیشه که در اینجا ساکن شدیم و افغانا عمدتا در کشورهای اسکندیناوی و مخصوصاً دیگه ساکن شده باشد. و یکی میگم افغانا یعنی اکثریت افغانا دیگه در واقع. حالا شاید مثلا کسایی هم باشه که از 40 سال پیش آمده باشه ولی تک توک جای مختلف زندگی میکنه. خب برای اجتماعی شدن و جامعه پذیری و فعالیت‌های اجتماعی و یافتن همدیگر شاید 10 سال زمان کمی باشه، با توجه به اینکه فاصله های مکانی وجود داره، شناخت از همدیگر وجود نداره، از مناطق مختلف افغانستان در اینجاست، شاید اقوام مختلف باشه. اینا دلایل اولی است که شاید کمتر فرصت پیدا شده که جوان ها با همدیگر ارتباط داشته باشه. دلیل دومش به نظر من که مهمتر از او اولی است اینه که بدبختانه ما در بین افغان ها انجمن‌های خیلی فعال نداریم. البته انجمن‌های خیلی خوبی و هست، مثلا فرض کنم این انجمن کاتب شما در یکی دو سال به نظر من فعالیت‌های خیلی خوبی داشته، یا مثلا انجمن‌هایی که در ایتوبوری هست، در فنلند هست، در جای مختلف هست، اینا فعالیت‌هایی دارن. اما مشکل اصلی از اینا دو چیز هست. اول اینکه اینها یک انجمن‌های بزرگساله، یعنی عمدتاً مسائلی مثل نمفهم سیمینارهای کلانی، سالگردها و نمیدونم مسائل سیاسی و این گپا براشون مطرح است. چیزی که براشون مهم نیست مشکلات درونی خودشان است. یعنی ما هیچ وقت شاید کمتر اتفاق افتاده، فقط یک بار یک سیمیناری که حبیب جان برگزار کرده چند سال پیش در مورد اینتگریشن اینجا بود که من خودم اینجا صحبت کردم، داوی جان هم اینجا بود دیگه. خب به جز اون یا یک برنامه دیگه ای را که فرشته جان فکر میکنم دوستان دیگه در ایتبوری در ارتباط با معضلات مهاجرین مطرح کرده بود، دیگه غیر از این یک دو تا مثال دیگه ما موردی نداریم واقعا که ده ها و صد ها سمینار و هزاران کرون مثلا مصرف میشه اما
مسائل خیلی عمومی تر، مسائل افغانستان که اصلا ربطی شاید ما نتونیم هیچ مشکلی از افغانستان حل بکنیم یا مسائل کلانتر از این، خب اونا در جای خود شاید مفید باشن، اما چیزی که مهم است اینه که ما دردهایی که در اینجا داریم به عنوان یک جامعه کوچک، به عنوان یک اقلیت اجتماعی و فرهنگی در اینجا دردهای خود هنوز نفهمیده که ما چی درد داریم و دنبال چی باید باشیم. و مهمترین موضوعی که هست اینه که اصلا موضوع همونطور که من عرض کردم موضوع جوانان هنوز به عنوان یک مسئله برای ما مطرح نشدن، یعنی ما هنوز روی جوانان اصلا فکر نکردیم مخن. و این فرصت را برای جوانان ایجاد نکردم که چه شود. اما من خوشبین هستم، یعنی البته دلیل ثانویش یا دومیش که به مرحله بعدی میرسه اینه که خب خود جوانان هم هست، یعنی با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده ها و اینکه مثلا جوان هیچ وقت از اون کوچکی در فرهنگ های سنتی ما و شما، فرهنگ خانوادگی و سلسله مراتبی که وجود داره، برای جوان و نوجوان اینا فرصت کمتر وجود داشته که مثلا بتونه مستقل از حوزه نفوذ پدر مادر و کلانا و ریش سفیدا و متنفذین بتونه برای خودشون بیندشه و کار کنه. و این یک تجربه بسیار جوانیه، تجربه بسیار تازه‌ایه که باید جوانای ما خودشون دنبال قضیه باشه. یعنی منظورم نیست که یک بخشش اینه که ما با وجودی که ملان الان شاید صدها دانشجو داشته باشیم در فنلند، در سوئد، در نروژ، اما هنوز این به اصطلاح مدیریت، بهتره بگیم این مدیریت برای جوانا یا این اندیشه برای جوانا ایجاد نشده که یک کار مخصوص به خودشون بکنه. و خب اینی جمع ها، اینی سمینار ها، مثلا این رقم جمع شدن ها و همونطور که من اونجا هم پیشنهاد کردم مثلا سازمان های جوانان تشکیل دادن، کسایی که مثلا در دانشگاه هست هم دیگر سرچ کنه پیدا بکنه. خب در خوشبختانه در چی میگه لندن یا در انگلستان این کار داره تبدیل به یک فرهنگ میشه. اونجا یک انجمن ما که با دوستایی که اونجا ارتباط دارم دانشجوها چند ساله که یک اتحادیه دانشجوها تشکیل داده و اینا تقریبا هر ماه سمینارهای مخصوص میگیره، بین خودشان دختر پسر کلگی جمع میشه، مباحث خیلی خوبی رو مطرح میکنه. همین باعث میشه که اینا یک مقدار همدیگر بیابه و فکر کنه نسبت به همدیگر. خب و در اینجا هم باید همچی کار صورت بگیره. یک بخشش البته مربوط به خود جوان ها میشه که باید بعد از این قالب ها برای و دنبال فعالیت های بیشتری باشه. یک بخشش در واقع انجمن های اینچینی، مثلا فرض کن بنیاد کاتب در سویدن، نمیفهم چی انجمن های افغان های چی هست، برحال اینا این کار رو بکنه، یک زمینه ارتباطی بین جوان ها ایجاد بکنه. تشکر، ببخشید اگر زیاد شد. تشکر میکنم و بازم مجددا اعلام میکنم اگر لطف کنین یک مقدار کوتاه‌تر باشه ممنون میشم. میبخشین عزیز جان، من باید صحبت شما را ختم کنم، فقط میخوایم مخصوصا درباره خانما یک توضیح خیلی کوتاه بدم. در بخش هویت سازی هابرماس یک تئوری خیلی قشنگ داره که به اساس این تئوری چی رقم هویت ساخته میشه، مخصوصا هویت زن بودن. و در محیط خارج ما زنها یک مشکل دو کلتوری یا دو فرهنگی داریم و این مشکل در زنها و دخترهایی که چند سال بیشتر بودن عمیق‌تر و ژرف‌تر است. هابرماس میگه که در جامعه هویت، مخصوصا هویت زن، به سه شکل عموما وجود داره. یکی بخش کلتوری و فرهنگی است، یعنی من که زن افغانستان هستم و اینجا زندگی میکنم کدام فرهنگ، کدام شرایط، کدام الگوها را باید تعقیب بکنم. ما یک طرف باید در جامعه میزبان رای خود در بین جامعه واس کنیم، طرف دیگه باید یک زن الگوی افغانستانی هم باشیم و انتظارات را که جامعه افغانی از ما داره اونا را هم باید تمثیل بکنیم. بخش دیگهش که چیزایی که تقسیم بندی وظایف شده قبلا در جامعه و ما هم او را به عیس یک اصل پذیرفتیم، مثلا یک زن باید کدام وظایف داشته باشه، باید مادر خوب باشه، باید همسر خوب باشه، در زن باید درآمد اقتصادی به خانواده داشته باشه، باید این همه. امین شریفی، خواهش می‌کنم سوالتون مطرح. سوال ما بیشتر متوجه آقای وزیست و فرشته جان است.
مسئله ای که بیشتر امروز ما فکر میکنم دامنگیر همه ما و شما هستند در جامعه اروپا و خصوصا در کشورهای اسکندیناوی، مسئله نسل بعدی ما و شما هستند، مسئله نسل دوم ما و نسل های سوم ما و شما هستند که اکثرا ما فکر میکنم که در یک بحران هویت گرفتار هستند. مسئله بحران هویت میتونم بسیار مشکل ساز باشه برای تمام نسل‌های بعدی ما شما. و آقای وازی صاحب راجع به مسئله نسل جذب در جامعه میزبان، مسئله آموختن علم و دانش و فراگیری تحصیل بوده که کاملا موافق با این نظر، ولی خب تا چی هست؟ چطور میتونیم که با ما کنتور انعنات رسومات گرشن هر کنتور نمیتونم مکمل و چی باشن، هر کنتوری از خود یک کلات کمبودی ها و کاسی ها و خودی های دارن، اینا تا چه حد میتونیم در جامعه نزبان که ما شما هستی میتونیم از هویت خود را حفظ کنیم و چی چیزا سطحای هست که ما این سطحا را باید بشکنم تا اینکه در جامعه میزبان به صورت خودتر زندگی خوب و در این حال نسل‌های بعدی ما و شما بتونه از دردها، مشکلاتها و فردهایی باشد بتونه مشکلات مردم ما و شما در افغانستان بتونه که حد اقل کم بهش درد داره باشد. تشکر. نه، او بسیار کار کلانی است. او اینه که محدودیت هایی را که به اصطلاح ایجاد میکنه برای خانواده ها، برای فرزندانشان، برای دخترها، برای پسرها، این محدودیت ها را سعی کنه به اصطلاح تعدیل بکنه و یک سری محدودیت های معقول و منطقی و متناسب برایشان بگذاره. بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به قول نروژی یک فوربلده خوب از خودمان ارائه بکنیم، یعنی یک تصویری الگوگونه به عنوان پدر، به عنوان مادر برای اونها ارائه بکنیم. ما نسبت به مثلا فرض کنید در خانواده خیلی اتفاق میفته که ما وقتی که تلفن میایه باز بچه کوچیک تلفن بر میداره، میگه که پدر هستی؟ پدرش نگاه میونه که پدر هستی، پدرش میگه نه من نیستم، بگی نیستم. خب ببین از همینجا ما آموزش میدیم، یعنی یک نوع تصویر را برای بچه ایجاد میکنیم که از همون کودکی برایش منافقت و دروغگویی و به اصطلاح چیز را یاد بدیم. خب این تصویر منتقل میشه به بچه ها. اگر ما بتونیم یک تصویر درستی خود ما در رفتارهای ما، در اخلاق ما، در نوعی به اصطلاح محدودیت هایی که ایجاد میکنیم برای بچه ها، اینا رو خود ما رعایت بکنیم، به نظر ما بچه ها تصویر میگیره، یعنی ما یک فوربلده میشیم، یک الگو میشیم برای بچه ها. در ارتباط به این که خب نقش ما همین است که ما اولا یک تصویر خوب، تصویر اخلاقی و انسانی از رفتارهایی که داریم، از برخوردهایی که داریم، از افکاری که داریم به بچه ها منتقل بکنیم، و دومی که جامعه رو بشناسیم، نیازهای جوانان رو هم درک بکنیم و متناسب با این نیازها محدودیت براشون ایجاد، بگرنسه و قوله چیزا نروژیا بگرنسه یا محدودیت یا مرز برای از اینا قائل شیم که چی مرزهای رو بچه ها مجاز هست تا چی مرزی پیش بره در رفتارهای اجتماعیشون و تا چی مرزهایی رو میتونه به اصطلاح مراعات بکنه و خود کنترل بکنه. شکر. بسیار تشکر. یک دو سه نفر دیگه، چهار نفر دیگه مانده. ما متاسف هستیم که قول داده بودیم دولم که اگر وقت مان سوال ها ادامه پیدا نده، غیر از او ما یک آبلی دیگه هم داریم، فهیم جان آمادگی گرفته، او باید تمام شونه و اون بخش سوالات داره. اتفاقا نیم ساعت دیگه ما و شما حق داریم که اونجا سوال کنیم و ما اگر اول وقت نشناسیم هیچ کدام این کارهایی که امروز گفتیم نمیتونیم تمام. ما از این خاطر به خاطر که از تمام برنامه نمنیم و نان اکثر گشنه شده، سوالا رو ما مطرحیم اد دیگه نمیخوای جواب داشت، فقط از جمله ریدا جان سوال کرده که عدم مساعدت شرایط، یعنی منظورشی بود که شرایط واقعا برای ما مساعد نیست، ما جوانا رو بین خود که جمع میشیم از طرف خود می والدین دوباره چیز میشیم، تنقید میشیم و این زمینه رو برای ما همیشه مشکل ساخت. و دیگه اشرف و حنیف جان وقت داشت که باید سوال کنه، سوالش یکی و پخته و مختصر، اولین کلامی را که شما با عضو پارلمان انگلند گفتین رابطه برقرار کردین از چی بود؟ اس ام اس بود؟ تلفن بود؟ چی بود؟ از علی اکبر جان است.
برای از اونها خیلی پوینت مهمه. امیر یک دقیقه شما سرش گپ بزنید. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که ما منتظر بودم البته تا آخر تر سمید داشتم شاید یه سوالم برای ما پیدا نشنا اینمی بود که امی مسئله یا امی حالت سیاسی امروز که هزارهای کویته قرار گرفتن داشه یا امی موجوده مسئله که مسئله سروایول شن است یک انتهایی مسئله در قدم اول که یک حقوق بشر انسان گپ میزنه اولین پامالیش این میسته که تو حق زنده ماندن شر بگری اینی مسئله را که ما بسیار زیاد اشتیاقم داشتم شاید ما امیدم داشتم گفتم کدام دوستا شاید سوال کنه که دمی فعالیت های سیاسی که ما داشتیم دمی پس نه دا 12 سال تا یک انتهایی سیریس مسئله چی بوده و دستاوردهای ما چی بوده نتایج کارها چی بوده و در یک شکلی دیگه که امی کشتارها تا کی را شاید ادامه داشته باشه ما خود از ما دهی باور استم که اینمی کشتارها که امروز برای از مو مردم استا اینمی سیستماتیک ها اینمی دیزاین استا اینمی پلان شده یا اینمی یک جنساید استا که ای فقط او چیز که مو میگرنیم دو نفر چار نفر در نامی گروه های تروریستی القاعده یا لشکر جنگی ده هر شکل باشه اینمی اینمی قدر نیستا انمی مسئله انمی جنستا اگر مو انمی را نفهمیم انمی حالتی که امروز مو قرار داریم که در صورت یک نفری و دو نفری و ده نفری و بیست نفری کشتار داده رئیستیم از پس نه ده دوازده سال انمی را اگر مو صد بابش نکنیم خدا نخواسته صد خدا نخواسته انمی صبح شاید هرات هم باشه کابل هم باشه بامیان هم باشه مزار هم باشه ایرا مو باید پیگیری شکنیم و ایر مو امی سیریسنس انمزی مسئله را باید بفهمیم که متاسفانه اکثر دوستا انمی را در نکده از این معلومه مشکل چقدر سوال آمد در این مسئله که نامد اینالی اولین روابطی که مو قدی پارلیمنتی برطانیا داشتیم در مو دیبیتی که اونا در مسئله کشتار هزارها داشت تاریخ یک مارچ 2012 و ازو پیش که میتینگ ها شده بود البته ای تنها واقع نبود تنها میتینگ نبود ای دا پسنا چندین روابطی که ما داشتیم همراهی ممبرای پارلیمنت همراهی وزیر خارجه برطانیا همراهی ممبرای که دا هیومن رایتس واچ هستن دا هیومن رایتس کمیشن اونا کار منن ممبرای سیویل سوسایتی هستن یک سیریز بودن یک سلسله بود که شدن تنها شواشاوی کار نمیشه که فقط آدم بتنه تلفن کنه و از نو وقت بگره یعنی بودن که کارهایی که مقدم کارهای دست جمعی بود کارهای انفرادی هم بودن بیشتر چه کارهای انفرادی بود متاسفانه که باید کارهای دست جمعی هم شد در صورت فردی در صورت تک تک یک نفر رفتیم مثلا هر می دوستا از مو سه چهار نفر دوستا که داشتیم رفتیم از هر منطقه امو ممبر امزو پارلیمنت رو گرفتیم رفتیم از توسط ممبرایی که برای حقوق بشر کار مونه اونا رو گرفتیم کسایی که در مختلف دانشگاه ها استاد هستن اونا رو رفتیم گرفتیم توسط از اونها رفتیم میتینگ کردیم امرای ممبرای پارلیمنتی برطانیا تا اونها امی مسئله را بال کردن در هیومن رایتس رپورٹی کمیشن هر سال که برطانیا چاپ میشه انمی مسئله را آوردن و در نتیجه شی اونمو یک بحث هم شده که در شاید دوستا در امی عالم موجود است در بلی یوٹیوب دیده باشن که نیم ساعت ممبرای پارلیمنت بلیزی مسئله بحث کرد و دینیمی سوال شما ای بودن که چی رقم ما رفتیم اولین کار که مچی رقم رابطه داشتیم البته یک رابطه نبود از چندین طریق کوشش شدن ما اون دیمونستریشنز وغیرہ گرفتیم بلی خود های کمیشنر پاکستان رفتیم چندین دفعه ملاقات کردیم دا موجودگی از ما اونها دا مقامات بالی پاکستان تلفن کردن گپ زدن و اینی رقم کارا ما خود من دای باور استم که دوستا تمام از ما خصوصا می دوستایی که د مختلف یونیورسٹیز هستن میخانن د کالج هستن یا فعال هستن از اگو شکل فعال هستن این مینا ذمہ داری جور مشه از هر مسئله دیگه بیشتر انمی مسئله مهم است انمی رو موبایل سبوک نگرم انمی را و انمی یک از چیزایی که موی مسئله را میتنیم رایشل بگرم برگزاری انمزی تر کانفرنس ها و سیمینار ها هسته که خوشبختانه یک چانس میده تمام از مورا که باینیم بشنیم از یک دیگر شناخت پیدا کنیم
مشکلات یک دیگر را بفهمیم و اصلی مسئله را درک کنیم که مو یعنی در کجا قرار گرفتیم، کجا رئیسیم، یعنی که مو در مختلف احزاب سیاسی کشورهای میزبان چر شرکت ننیم. یعنی خودم زیم یک بلوک سوال است، شاید روزی برسه انشاءالله که تمام از مو یعنی مشکلات را درک کده در یک نتیجه رسیده باشیم. البته ما میخواستم سوالم کنم، سوال وقت چه دراز میشه، خیلی میقدر کافی باشه جواب.